چطور در امتحان کنکور نتیجه عالی بگیریم؟ سلام، به کانال آیسی خوش آمدید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال آیسی را همراه باشید، سابسکرایب نمایید و علامت زنگ را بزنید. با نزدیک شدن به زمان کنکور، همه کنکوری ها در تلاشند که بهترین شیوه ها و روش ها را برای فراگیری مواد درسی یاد بگیرند. ممکن است راه های عجیب و غریب را هم امتحان کرده باشند. خود شما هم شاید برای درس خواندن خودتان را در کتابخانه ها حبس کرده باشید و نتیجه هم گرفته باشید. اما روش بهتر از این هم وجود دارد. بنابر این با بکارگیری این روش های ثابت شده از نظر علمی می توانید بدون هیچ ترس از هر آزمون و کنکور نتیجه خوبی بگیرید و موفقیت در کنکور را تجربه کنید. اکنون به شرح بیشتر این مطالب می پردازیم. خواهش است این ویدیو را تا آخر بیننده باشید. شماره اول، برای بخاطر سپردن مطالب قبل از خواب مطالعه کنید. برای چند دقیقه پیش از بخواب رفتن به مطالعه درسی بپردازید. در طول خواب مغز خاطرات جدید را تقویت می کند. در نتیجه با این کار ما هر چیز را که دقیقا پیش از خواب مرور کرده ایم به خاطر خواهیم آورد. شماره دو، با فاصله زمانی برنامه ریزی شده درس بخوانید. روش یادگیری تازه به نام تکرار با فاصله وجود دارد که بسیار مؤثر است. مثلا تمام دروستان را به قسمت‌های مختلف تقسیم کنید و برای هر قسمت وقت و زمان مشخص تعیین کنید و در بین هر درس فاصله زمانی ایجاد کنید تا خوبتر درس را بیاموزید. شماره سه، در هنگام مطالعه تغییر مکان بدهید. بر اساس تحقیقات انجام شده، مطالعه یک مطلب در مکانهای مختلف در هر روز احتمال فراموشی آن مطلب را کاهش می دهد. هر بار که ما مکان مطالعه خود را تغییر می دهیم، مثلا از کتابخانه به کافی شاپ یا از کافی شاپ به پارک، با استفاده از این شیوه مغز خود را وادار می کنیم که هر بار ارتباط تازه با مطلب تشکیل دهد. در نتیجه آن مطلب به یک خاطره قوی تر تبدیل می شود. شماره 4، از خودتان آزمون بگیرید. خودآزمایی یکی از بهترین روش های آمادگی برای موفقیت در کنکور است. مثلا از این که به سختی به یاد می آورید که اول رئیس جمهور افغانستان چه کسی بوده است نگران نشوید. هرچه در شرایط تمرینی چیز را سخت‌تر به یاد بیاورید، در آینده و در شرایط واقعی راحت‌تر آن را به خاطر خواهید آورد. شماره 5، بنویسید. برای موفقیت در کنکور از مهارت‌های نوشتاری خود نهایت استفاده را ببرید. نتیجه تحقیقات نشان داده اند هنگامی که مطلب را می‌نویسیم خیلی خوبتر در ذهن ما ذخیره می‌شود تا اینکه آن را تایپ کنیم. مثلا مهمترین بخش های مطالب درسی خود را در یک کاغذ دیگر مجدداً بنویسید. شماره 6، با صدای بلند درس بخوانید. خواندن مطالب با صدای بلند به شما کمک می کند تا به دو روش آن را حفظ کنید. دیدن مطلب و شنیدن مطلب. البته این شرایط تضمینی نیست که شما را از کتابخانه بیرون نیندازد. شماره 7، بیشتر مایعات بنوشید. به یک کافه بروید و یک نوشیدنی کافئین‌دار سفارش بدهید. در بسیاری از تحقیقات مشخص شده است که قهوه و چای سطح هوشیاری را بالا نگه می‌دارد. بخصوص که در فضای خواب‌آور کتابخانه حتی پوست زباله یک چپس روی کف زمین هم می‌تواند توجه ما را به خود جلب کند. شماره 8، به خودتان رسیدگی کنید. برای موفقیت در کنکور خودتان را فراموش نکنید. کوشش نمایید غذای سالم بخورید. روزانه در اطراف خانه تان قدم بزنید. هر کاری که باعث سرحالی تان می شود انجام دهید. با دوستان یا خانواده برای دقایق به تفریح بروید تا حافظه شما تقویت شود و تا روز امتحان آماده شوید. شماره 9، گروهی درس بخوانید. کار گروهی برای همه خوشایند نیست، اما برای کسانی که از تلاش گروهی نفع کوچک می برند، مطالعه گروهی می تواند سودمند باشد. حداقل روز یک بار برای مرور درس ها با دوستان خود جمع شوید.
یک نفر را مسئول انجام برخی وظایف انتخاب کنید. مثلا وقت و مکان هماهنگی دوستان و موضوع درس را تنظیم نمایید و همچنان هدایت گروه در جهت رسیدن به هدف. شماره 10، برنامه ریزی زمانی داشته باشید. یکی از مهمترین مهارت هایی که یک دانش آموز می تواند داشته باشد اختصاص زمان برای برنامه ریزی است. برنامه ریزی کنید که در طول روز کدام اوقات مطالعه کنیم، چه وقت کار گروهی با دوستان داشته باشیم و به ترتیب ورزش کردن، به تفریح رفتن، وقفه گرفتن میان هر مطالعه و غیره. شماره 11، ورزش کنید. بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده، تنها نیم ساعت ورزش در هوای آزاد می تواند سرعت پردازش مغز و سایر توانایی های شناختی مهم را بهبود بخشد. در اطراف خانه آهسته به دویدن بپردازید و ببینید که چگونه امتیاز آیکیوی شما کمی بالاتر می رود. شماره 12، خواب کافی داشته باشید. اگر بیش از حد درس را می خوانید، ممکن است وسوسه شوید که سعی کنید تمام شب را به حفظ کردن آن بپردازید. اما این روش اصلا مفید نیست. در حقیقت این کار باعث اختلال در عملکرد شناختی و بالا رفتن حساسیت نسبت به استرس می شود. در روزهای نزدیک به آزمون سعی کنید 7 تا 9 ساعت خواب شبانه داشته باشید تا کمبود خواب تمام تلاش و کوششتان را خراب نکند. شماره 13، اینترنت را قطع کنید. همه ما در آستانه امتحان بزرگ یا کنکور وقتی که کاملا روی درس تمرکز داریم، با صدای فیسبوک یا سایر شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها توجه ما به سمت گوشی یا کامپیوتر ما می‌رود. برای جلوگیری آن، اینترنت را برای مدت کوتاه قطع کنید تا شما بتوانید به درس و مطالعه خود بدون هیچ مانعی بپردازید. شماره 14، ببینید چه روشی برای شما جواب می‌دهد. بعضی افراد روز درس می‌خوانند و بعضی دیگر شب. بعضی ترجیح می‌دهند در کنار یکی از دوستانشان مطالعه کنند و بعضی دیگر هم باید در سکوت کامل باشند. برای یافتن روشی که از آن بهترین نتیجه را می‌گیرید، آزمایش کنید و سپس به آن پایبند شوید. شماره 15، به تلاوت قرآن کریم گوش دهید یا بخوانید. مشخص شده است که گوش دادن به قرآن یا تلاوت آن اضطراب یا استرس را کاهش می‌دهد. به همین دلیل صبحانه بعد از نماز به تلاوت قرآن گوش دهید و یا خودتان تلاوت نمایید تا مقدار استرس را از خود دور نمایید. و در اخیر همیشه با خدا باشید و خود را به الله بسپارید. بدون شک او خیر و شر ما را بهتر از همه می‌داند. با سپاس از توجه شما عزیزان. امید است از دیدن این ویدیو خسته نشده باشید و برای شما سودمند واقع گردد. اگر این ویدیو را پسندیدید، ویدیو را لایک کرده و با عزیزانتان شریک سازید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال آیسی را همراه باشید، سابسکرایب نمایید و علامت زنگ را بزنید.